شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان به سوال آیا کارکنان دولت گناهکار میشوند نماز جمعه را ترک کنند اگر به او از طرف ماموران اجازت نباشد جواب گفت. به سوال یکی از زیارت کنندگان سامانه آیا مسلمان کارکن دولت میتواند نماز جمعه فرض بوده را ادا نکند اگر ماموریتش او را منع کرده باشد؟ جواب شورای علما چنین بود: کارکنان دولت به گروه داخل میشوند که از ادای نماز جمعه آزادند، چونکه آنها با سببهای عذرناک به نماز جمعه آمده نمیتوانند، بنابر این به جای نماز جمعه نماز نصفی روزی را ادا کنند. جواب داد شورای علما: باید قید کرد که این یکمین بار نیست که از طرف شورای علما چنین فتواهای به اسلام ضد میبراید. کمی پیش سابق رئیس کمیته اوید به کارهای دین، حالا دپوتیت پارلمان عبدالرحیم خالقوف، در بیانات خود گفته بود: موافق کدکس مهنتی هر یک کارکن شرکت و مؤسسه ها حقوق دارند نمازهایشان را در وقت بیکاری خوانند. با گفته او در وقت کاری با کار مشغول شدن ضرور، نمازها را در وقت از کار خالی بودن و در جای معین کرده مأموریت ادا نمودن لازم بوده است. در این مورد قید کردن ضرور است که در همه مذهب ها خصوصا در مذهب حنفی ادای نماز جمعه به کسانی که به سن بلاغت رسیدند واجب می باشد، غیر از حالت های زیرین: مسافرت، بیماری، تهدید به حیات و هکذا. از این رو کسانی که به عذر نماز جمعه را ادا نمی کنند گناهکار می شوند. این فکر مذهب حنفی است که شورای علما دعوای خطا بودن مذهب حنفی را دارد. السلام علیکم و رحمت الله.